نکته اساسی اینه که در حال حاضر جنایت علیه بشریت توسط حکومت تروریستی اسرائیل به سرپرستی نتانیاهو، این انسانی که در دهه سوم قرن 21 در حقیقت با اون روان پریشی خاص کمترین توجهی نه به مردم خود غزه و یا فلسطین و یا خاورمیانه و جهان نمیکنه، بلکه کمترین اهمیتی براش حتی اون جان به اصطلاح اون بهانه‌ای که میاره گروگان ها هم نداره. ما شاهد یک فاجعه هستیم، یعنی داریم تاریخ رو تجربه میکنیم، تاریخی که از 7 اکتبر آغاز شد. 7 اکتبر در واقع مرحله جدیدی از مبارزه بشر و علیه دشمنانش است. یعنی چی؟ یعنی اینکه حکومتی که در سال 1948 اصلا به وجود اومد، زمانی که در اون سرزمین 10% فقط یهودی بودند و 90% به طور مشخص مسیحی و مسلمان و یا ادیان دیگه بودن، اکثرا مسلمان و مسیحی اکثرا، ولی 10% فقط یهودی بود. در این شرایط یک حکومتی به وجود آمد، حکومتی به وجود آمد که از ابتدا سرزمین رو اشغال کرد با این بهانه که در کتب مذهبی آنها گفته شده بود که 2000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 4000 سال پیش، بله یه چیزی نزدیک 4000 سال پیش میشه دیگه، بله 2023 هستیم دیگه، 2000 سال قبل از میلاد مسیح ابراهیم اولین پیغمبر به اصطلاح در واقع دین یهود و در حقیقت سرپرست می شود گفت ادیان ابراهیمی که اسلام و که مسیحی ها و اسلام بعد از اون به وجود اومدن، در از دل همین به اصطلاح دین یهود در حقیقت 4000 سال پیش خدایش به او وعده داد، خدایش طبق کتب مذهبی وعده داد که این سرزمین را به او ارزانی داشته است و اون قوم را قومی است برگزیده، chosen people، یعنی اینکه اینها نور چشمی خدایشان بودند. حال ببینید 4000 سال بعد فرومایه این مانند نتانیاهو مدعی می شود که کسانی که در این سرزمین هستند و به قول خودشان حماس حیوانهای دوپایی هستند که باید از آنها از بین برد. قطعنامه های سازمان ملل را تا کنون یک دانه از آنها را بهش پاسخ نداده است. حکومت های جنایتکار حاکم بر ایران همکار این جنایتکار هستند. نکته ای که بر بخشی از روشنفکران و جهان را کمی دچار آشفتگی کرده است این که علی خامنه‌ای روح الله خمینی دست در دست نتانیاهو و جنایتکاران دیگر علیه بشریت هستند، دشمن دموکراسی و دشمن مردم هستند. آنچه که مردم میخواهند و فریادشان امروز روز بر تمام دنیا تنین افکنده که جنگ بس است، جنایتکاران فاشیست، جنایتکاران ضد بشر، بس کنید. مدعی می شوید که در بیمارستان، مدعی می شوید که می خواهید حماس را از بین ببرید، حماس را که خود به وجود آورده اید و خود به وجود آورده اید و رابطه شما با غزه حماس بوده است.
هوس را برای آن به وجود آوردید که در مقابل نیروهای میانه رو آزادی خواه تا اندازه ای عدالت خواه در حقیقت مانع ایجاد کنید. حال به بهانه هوس قضیه 2,300,000 نفری را این چنین وحشیانه بمباران می کنید. در خوشبینانه ترین آمار 12,000 نفر را بیش از 12,000 نفر را زنان و بچگان را افراد بیگناه را می کشید که 4,000 نفر از آنها کودکند. و آن وقت رئیس جمهور فرق زده و بدبخت آمریکا همان روزهای اول میگوید که بله از حق اینها در دفاع از سرزمین خود همه گونه همکاری را میکنند. و وقتی که با میبیند که این نتانیاهویی که افسار پاره کرده است بیمارستان ها را از 35 بیمارستان تا چند روز پیش 15 بیمارستان را در واقع بمباران کرده بود و شفا بیمارستان شفا که مدعی است که از زیر به اصطلاح ساختمان و تونل های آن موشک‌ها را شلیک می کردند به بهانه اینکه ما می‌خواهیم حماس را از بین ببریم بیمارستان را تخلیه می‌کند، بمباران می‌کند، برق آن را قطع می‌کند، آذوقه را قطع می‌کند. و آن وقت دست راستی‌های ضد بشر چه فکر می‌کنند؟ فکر می‌کنند با این جنایات میخواهند ادامه حیات بدهند؟ میخواهد دونالد ترامپ فرومایه باشد یا بایدن بی ارزه که این چنین به خصوص روزهای اول ایستادند و از جنایات نتانیاهو و حکومت تروریستی اسرائیل و افراد متوهمی که وحوشی که به جان این مردم انداختن به عنوان ارتش اسرائیل و تبلیغاتی که سراسر جهان را انداختن چه فکر کرده اید؟ فکر کردید که مردم جهان را اینگونه کنترل می کنید؟